تو این مدت خیلی گفته شد که کرونا ویروس دموکراتیه و غنی و فقیر رو به یک اندازه درگیر میکنه. الان دیگه باید متوجه شده باشیم که اینطور هم نیست. کرونا به اونایی که امنیت مالی دارن و خودشونو با انواع و اقسام امکانات قرنطینه کردن دسترسی داره. کرونا مسیر ساده تر رو انتخاب میکنه. میره سراغ اونی که مجبوره در محیط های پر خطر حاضر بشه. اونی که باید کار کنه تا بتونه خرج خانوادش رو بده. اونی که قبل از کرونا زباله‌گردی میکرده و الان هم داره همین کارو میکنه. قبل از قطع کردن چرخه کرونا باید چرخه بی‌عدالتی و تبعیض قطع بشه. اون وقتی که میپذیریم آلوده شدن کنار دستیمون میتونه به معنی آلوده شدن ما باشه و شاید اینجوری مجبور بشیم بیشتر به دیگران فکر کنیم. یه راهکار بگین به مسئولین که ازش استفاده کنن که مردم از خونه بیرون نیان. یارانه ها رو زیادتر کنن، بیرون نیان. یعنی پول تزریق بشه؟ بله، پول تزریق بشه که مردم هایی که حالا سطح مالیشون کمتره یا وضعیت مالیشون در زیر سطح استاندارد قرار داره یه ذره حال دلشون بهتر بشه. درسته. شما چه پیشنهادی دارید؟ به نظر من اگه خورده اجناس قیمتشون بیاد پایین تر شاید همه بتونن، حتی اون کسی که زیر خط فقرن بتونن بهره ببرن از. یعنی باعث میشه که کمتر بیان بیرون که بخوان کمتر، یعنی کار بتونن کار نکنن و زندگی کنن.